مراکز وابسته و تحت اشراف دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما صادق حسین شیرازی دامزلو در شهرها و کشورهای مختلف جهان با برگزاری مراسم عزاداری، تجمع اعتراضی، صدور بیانیه، ارسال نامه به مجامع بین‌المللی، راهپیمایی اعتراضی کمپین های مجازی و دیگر فعالیت های هر سال تلاش می کنند ضمن بزرگداشت روز جهانی بقی در هشتم شوال المکرم در راستای اعمال فشار علیه حکومت سعودی با هدف کنار گذاشتن اندیشه و اعتقادات انحرافی و تکفیری خود و تن دادن به بازسازی حرم ائمه بقی علیهم السلام گام بردارند یکی از کشورهایی که هشتم شوال امسال در روز جهانی بقی شاهد فعالیت های مختلف مراکز وابسته به آیت الله دام شیرازی دامزلو بود کشور عراق است مراکز وابسته به آیت الله العظمی شیرازی دامزلو هشتم شوال روز جهانی بقی در ده ها شهر عراق تجمع اعتراضی و مراسم عزاداری برگزار کردند علاوه بر تجمع عظیمی که توسط مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله العظمی شیرازی دامزلو در کربلا برنامه ریزی شد و مقابل سفارت عربستان در منطقه خزر بغداد پایتخت عراق انجام شد تجمع اعتراضی و عزاداری در منطقه هی در استان واسط در جنوب عراق مراسم عزاداری از سوی دفتر آیت الله العظما شیرازی دامازلو در شهر بصره مراسم عزاداری در استان میسان توسط مؤسسه حضرت ام البنین سلام الله علیها با برگزاری حمایش گرامی داشته روز جهانی بقی در مرکز اندیشه اسلامی اهل بیت علیه السلام در بغداد گوشه ای از فعالیت های مراکز وابسته به آیت الله العظمه صادق حسینی شیرازی دامزلو در کشور عراق بود. همچنین توضیح ده ها بسته معیشتی میان خانواده های ایتام و نیازمندان در روز جهانی بقی از جمله فعالیت های سازمان عمل ساله در شهر بغداد پای تخت عراق بود که با همکاری شورای سیاسی عمل عراق انجام شد. در کشور ماداگاسکار نیز حجت الاسلام شیخ محمد رضی وسرام مدیر دفتر آیت الله شیرازی در شهر مهاجانگا نشستی با فعالان دینی و اجتماعی این کشور در رابطه با بازسازی حرم بقی داشت